سلام، به به رفقا دوستان، خوش اومدین، صفا آوردین. بله عرض کنم خدمتتون که بعد از مدت ها یارو آملی لاریجانی که تو رژیم محلش نمیذارن سر از خمره تشخیص مصلحت نظام در آورد و به بهانه FATF یه اظهار وجود کرد. بگی منو حسب ارجاع رهبری، بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد. دبیا، باند شیخ فری به شکمشون صابون می‌زنن که اوزی با اجازه بررسی مجدد FATF چراغ سبز رو داده. پیوستن به FATF در لیست سیاه قرار گرفتن داره آثار خودش رو بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی داره نشون میده و ما امیدواریم با راهگشایی که مقام معظم رهبری برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مس نظام فراهم کردن، ما بار دیگر بتونیم در این زمینه بحثی رو داشته باشیم و انشالله اون چی که به مصلحت کشور هست رو بتونیم تأمین بکنیم. دی عجب لهلهی میزنن واسه FATF، نخورین زمین. جالب اینه که شیخ فری واسه تصویب FATF هر جنگولک بازی که بگی در میاره. آره، حتی دوم به واکسن کرونا رو هم گره زده به زلف FATF. اما این کارشناس نظامو داشته باشین که میذاره تو کاسهش، ببینی چی میگه. الان همه میگن که آقا ما اول و آخر بخوایم مسائلمونو حل بکنیم، تا حتی اینکه مثلا واکسن کرونا الان میخوایم داشته باشیم باید بریم مثلا FATF رو بپذیریم، نمیدونم فلان بکنیم که اندهو مثلا تنها مسیر سعادت بره از این مسیر. مثلا من امروز صحبت آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت رو دیدم، اصلا نتونستم بفهمم که ایشون چی از کجا اومدن این حرفو زدن که بله دلیل این که ما واکسن نگرفتیم FATFه. یه حرفی که دیروز آقای مطهری توی توییترشون گفتن، حرف دروغ، حرف غلط، چون هم استانداردهای FATF اصلا حوزه بشر دوستانه رو کلا مستثنا کرده. من حالا نمیدونم، قراره منتظر باشن مثلا یکی بهمن آفتاب از مغرب طلوع کنه به جای که مثلا از مشرق طلوع کنه، چه خبره؟ بله رفقا، لابد میدونیم که اول بهمن چی قراره اتفاق بیفته. رئیس جمهور جدید آمریکا رسما کارو به دست میگیره، اما به نظرتون چرا باند عظما اینطوری جلو FATF وایساده و وقتی اسم FATF میاد کهیر میزنن؟ علتو ملاحظه بفرمایید. کشورهای اروپایی به خصوص آلمان سعی می کنند با نقشی که بر عهده گرفتند از همکنون زمینه را برای وادار کردن ایران به دادن برخی امتیازات در حوزه موشکی و نفوذ منطقه مهیا کنند. بنابراین آنچه که هایکو ماس در دو هفته اخیر بر آن تاکید می کند نوعی آماده سازی زمینه برای بازیگری جو بایدن بعد از کسب مشروعیت و بازگشت به برجام است. وای زخم مزمن FATF تو نظام دوباره سر وا کرده. اوزی فلک زده هم توان تصمیم گیری نداره که اگه بله رو بگه که به قول همباندیاش خود تحریمه و اصلا خودکشیه بابا جون. اگرم قبول نکنه که خفگی و اون طرفش الفاتحه. دوستان عزت زیاد.